افغانستان کې مرکز حوادث است و حوادث بسیار پیش میشه. یه کسی گفته نمیتونه که پشت سر از این کی بود، ولیکن چیزی که است مسئولیت به دوش حکومت است که امنیت افراد خود، امنیت مردم خود تأمین باید بکنه. آنقدر ما قرار نداریم که معلومات کلی داشته باشیم، ما نظر خود میگیم. ما طالب نیستیم، ما یک حزب داریم به نام حرکت انقلاب اسلامی افغانستان. ما رهبر یه حزب هستیم. ما از نگاه نظر خود چیزی که معلومات داشته باشیم او را برای شما داده میتونیم. و ایست که مذاکرات رسما ما بین طالبا و امریکایی شروع میشه، به خاطر از او یک نوع نشست صورت گرفته تا به خاطر نشستی رسمی یه مذاکرات زمینه مساعد بسازم. اگر امریکایی بخواه یا نخواه، پیلن ما شما میفهمیم 18 سال کسی که جنگ برده نتانه دیگر راه داشته نمیباشه غیر از این که باید صلح بکنه. شده میتانه، تغییرات جدی نی، ولیکن ما میگیم که امریکا مذاکرات لغو کرد، صحوه شدن، پیلن پشیمان هستند. شده میتونه که این دفعه مذاکرات جدی باشه و پایان بیابه و امضا شوه مسویده. وقتی ترامپ مسویده مذاکرات لغو قرار داد، به شدت در افغانستان به جنگ پرداخت، سلاح مدیر دم آورد و تیارای بسیار مهم آورد که بلیزر چی بود؟ آیار بود. بازم نتانیست، چیزی زور که زد نتانیست، عبرت گرفت. شاید که این دفعه به مذاکرات بسیار ترجیح بده و به صلح صادق بوده باشه. هر آتشبسی در هر جایی که صورت میگیره و دلایلی داشته میباشه. اینجا و دلیل موجود نیست که طالبان آتشبس بکنه. آتشبس خو مذاکرات میخواه، آتشبس یک تعهدنامه میخواه، آتشبس یک امضا میخواه، هرگاه به توافق برسه بعدا احتمال از است که آتشبس صورت بگیره، ولیکن فعلا نه. طالب میگه که ما مذاکرات با امریکا کرده ایم 9 مرحله، بازم مذاکره با امریکا میکنیم. با امریکا که ما به موافقه رسیدیم، مسویده امضا شد، باز ما با امریکایی آتش بس میکنیم. با امریکایی آتش بس میکنیم. ارگاه از امریکایی ما خلاص شدیم، بعدا ما به مذاکرات بین الافغانی میپردازیم. او اگر حکومت افغانستان است یا سیاسیون افغانستان است یا یک اجماع ملی است، در او اجماع ملی، در او مذاکرات بین الافغانی باز آتش بس بین الافغانی میشه. یه که امریکا تمام قوای خود بیرون میکنه یا نمیکنه یه گپی جداست، کاهش میده وشان میگه، ولیکن موقف طالبا ایست که یک عسکر نظامی امریکا یا خارجی در افغانستان نمیمانه، ام مگی میبره. تا که ام ایشان نبره امی مسویده امضام شده نمیتونه. هیچگاه ما نمیخوایم و هیچگاه یک شهروند قانونی نمیخواه
که یک به دیگر ظلم شوه، حقوق کسی ضایع شوه، حقوق بشر زیر پا شوه، تماما در چوکات قانون اساسی افغانستان و در چوکات نظام شرعی افغانستان همه ایشان تامین میشه. برای هیچ کس تکلیف و ضرر رسیده نمیرسه انشالله. ما میگیم ما قانون اساسی در افغانستان داریم، ولی این کسی که با قانون عمل نمیکنه گناه از واس، گناه قانون نیست. ما طالب مسئله جداست که در تغییرات در کدام بعدش آمده یا نامده، ولیکن ما یک چیزی داریم به نام قانون اسلامی، قانون شرعی. ما پابند قانون شرعی در هر زمان در هر وقت هستیم. طالب همیشه پابند یک نظام اسلامی است. در یک نظام اسلام تمام حقوق شهروندان، اگر زن است، مرد است، پسر است، دختر است، تأمین است. یکی کسی نمیده. این گپ جداست. علمبردارای حقوق بشر شما میبینین امیالی در جهان که صدا داره، ولیکن با کدام اندازه تجاوزا سری بشر میشه؟ حقوق بشر همگی زیر پا شده یا نشده؟ در این دینمی نظام موجوده دموکراسی در جهان دیگه، در تمام دنیا، در خود امریکا، این مسئله به انسانها تعلق داره، به قانون تعلق نداره. این گناه اسلام نیست. اسلام حق هر کسی را داده. هر کس که حق از نگاه اسلام از کسی میگیره گناه است. این گناه اسلام نیست، گناه شخص است. چون که انتخابات ما، مملکت ما در یک حالت قرار داره که ما از اختیار خود نیستیم و نه ما انتخابات به اختیار خود کردیم و نه کمیسیون انتخابات ما پابندی وصول خودش است و نه ما. به یه خاطر شما میبینین چند روز در چهار مملکت انتخابات تیر شد، در یک روز نتیجهش معلوم شد. از ما 50 روز 55 روزش تیر میشه، نتیجهش معلوم نمیشه. روزانه به طرف بحران میره. ما نگران هستیم از این انتخابات شاید ما به بحران بکشیم. احتمالا که با مذاکرات صلح شاید غیر رسمی جریان داشته باشه، غیر رسمی، غیر رسانه‌ای، و شده میتونه بسیاری از طرفای صلح به این تعهد کرده باشه که مذاکرات سیری پیش بره تا که در مقابلش موانع ایجاد نشوه. چون که صلح دشمنای زیاد داره، به این اساس مذاکرات سیری، غیر رسانه‌ای، غیر رسمی شاید دوام داشته باشه تا که نتیجه معلوم شوه یا ما به یک توافق دیگه برسیم. پابندی به وصول و قوانین مختلف. قوانین انتخابات است، با قانون پیش برم. طرز و عمل هاست، همو در نظر گرفته شود. قانون اساسی است، در نظر گرفته شود. حقوق مردم است، در نظر گرفته شود. که هیچ توقع نداریم که چیزا در نظر گرفته شود. ما میخواستیم که از مملکت ما و شما این زورواکی ختم شود، ولیکن بازم همو زور است. هر کس که زورآور است به طرف خود کش میکنه.